پس در این آیات، آیات شماره 20 و 21 و 22 سوره الجن 72، خداوند به پیغمبر دستور می‌دهد که به مردم بگوید این است، جز این نیست، یعنی حتما اینه، جز این نیست، من خدای خودم را می‌خوانم، صدا می‌کنم و به او شریک قرار نمی‌دهم. یعنی اگر غیر از خدا را صدا کنم بخوانم، به خدا شریک قرار دادم. باز خداوند دستور و امر کردن را تکرار می‌کند و می‌فرماید ای پیغمبر، به مردم بگو که من مالک ضرر و فایده به شما نیستم. باز خداوند تأکید میکند و میفرماید ای پیغمبر، به مردم بگو هرگز پناه نمیدهد مرا از خدا احدی و هرگز غیر از خدا پناهی نمییابم. این آیات صریحا دلالت دارند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هیچ اختیار نسبت به مؤمنین نداشته، نمی توانسته ضرر برساند به اونها و نمی توانسته فایده برساند، بلکه خود پیغمبر هم محتاج خدا بوده و پناه غیر از خدا نداشته. خداوند اون مشرکین را هدایت کند که از نوه و نتیجه های صدها سال بعد پیغمبر حاجت میخواهند. پیغمبری که وقتی که زنده بود اگر سرش درد میکرد بایست دوای سردرد میخورد. برای اینکه خداوند به پیغمبر، بازم به پیغمبر دستور داده بود به مردم بگوید به درستی که همانا محققا من بشری هستم مثل شما، قل انما انا بشر مثلكم، من بشری هستم مثل شما، سوره الکهف سوره 18 آیه 110. به این جهت است که خداوند فرموده مشرکین نجس هستند، داخل مسجد الحرام نشوند، انما المشرکون نجس. اون هم نه نجاست عینی، بلکه نجس پلیده هستند، با شستن پاک نمی شوند. نجاست اگر بشوری با یه آفتابا بشوری رد میشه، اما اگر مشرکی که به دریا هم بیندازی پاک نمیشه، برای اینکه نجس پلیدی. بایست از اونها دوری بکنی. خدا گفته ولا مسجد نزدیک مسجد الحرام نشوند مشرکی، وگرنه اگر از مشرکین دوری نکنی تو را گمراه کرده و تو را سینه زن زنجیر زن به بار می آورند که بروی توی خیابانها داد بزنی و خودت را کتک بزنی. تازه اگر کمی عقل داشته باشی، اگر کمی عقل داشته باشی میری سینه و زنجیر میزنی، داد میزنی، خود تو کتک میزنی. اگر اون عقل کمم نداشته باشه، اون یه ذره عقلم نداشته باشه، وگرنه قمه و قداره به دست تو و همسرت میدهم و میگویم در روزهای عاشورا هم خودتان و هم بچه های پستان به دهنتان پستانک به دهنتان را غرق به خون بکنید و بی خبر از دنیا باشید و نفهمید که انسان های پاک دل
و دلسوز و مهربان، دلشان به شما و بچه های شما چقدر می سوزد. و دیدن اعمال گمزنی و زنجیرزنی و سینه‌زنی زنی شما چقدر به اونها رنجاور است. مخصوصا گمزنی شما به بچه های معصوم و بیگناه، واقعا وحشی بودن شما و رهبران و مجتهدین و مراجع تقلیدتان را در دنیا ثابت می کند و برای جنایتکار بودن مراجع تقلید شما هیچ شکی باقی نمی گذارد. امیدوارم که انسانهای دنیا بدانند که اعمال شما گمزن، زنجیرزن، سینه‌زنها به خلاف اسلام و روش پیغمبر اسلام است. آیه چهارم: قل لا تسألون عما اجرمنا. آیه چهاردهم: قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. در این آیه خداوند به رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید به مخالفین و اونهایی که به تو ایمان نیاوردند بگو از شما نمی پرسند که گناه و بدی ما چه بوده و از ما هم نمی پرسند که شما چی میکنید. بگو خداوند ما را جمع میکند، بین ما را جمع میکند، پس به حق میان ما و شما حکم میکند و خداست حکم کننده عالم و دانا. این آیات خیلی سریع و واضح ثابت میکنند که خداوند تبارک و تعالی بنده های خود را مثل بچه های صغیر و یتیم و بی سرپرست قرار نداده و همینطور مثل دیوانه های بی کس و کار و بدون سرپرست نیافریده تا به اونها ولی و ولایت فقیه قرار بدهد، بلکه رسول و پیغام آور فرستاده که اونها را به راه راست هدایت کند و به اون رسول تأکید کرده و مکرر فرموده که به بنده های من بگو تو رسول و پیغمبر، پیغام آور پیغمبر و پیغمبر خدا هستی، وکیل مردم نیستی. مکرر خدا به پیغمبر فرموده که تو پیغمبر و وکیل مردم نیستی. وقتی که خداوند اجازه نمیدهد رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی وکیل مردم باشد، چطوره یک آخوند به خودش جرأت میدهد که ولی و سرپرست مردم باشد؟ مثل پادشاهان و دیکتاتورها و بلکه در سالهای اخیر، یعنی بعد از انقلاب ایران ثابت شد که حکومت آخوندی از تمام حکومت‌های جبار و دیکتاتور دنیا بدتر و از اسلام و محمدی و قرآن دورتر است و بلکه از ضد قرآن است.